سلام برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز، خیلی ممنون. تقریبا سه هفته پیش بود که بلکه سه هفته پیش بود که در مورد یک موضوعی صحبت کردم و به زبان آلمانی و ترجمه شده به زبان فارسی، و متاسفانه اون روز متوجه شدم که این پیامی که خیلی مهم بود که باید میفهمیدیم، چون این ترجمه بعضی وقت گیر میکنه، ما نمیتونیم درست دریافت کنیم. منم راستش بگم اینطوری چیز نبودم که به خاطر این آلمانی صحبت کردم بعد از این ترجمه بتونم این پیام رو درست برسونم. افرادی هستن که گفتن که خیلی برکت گرفتم، فقط من احساس میکنم چیزی مطلبی هست که خیلی مهمه که قسمت‌های دوباره تازه خواهیم شنید. فقط قسمت‌هایی هستن که فکر می‌کنم خدا می‌خواد امروز مستقیم با تو صحبت کنه، چون آخر می‌خوایم دعا کنیم که یک آزادی که، یا بیشتر اینو بگم، زمانی که کلام خدا میگه که در یوحنا باب 8 با حقیقت آشنا میشین و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. زمانی که با حقیقت آشنا میشیم و میبینیم که ما کی هستیم، خدا کیه، و همینطورم از نفت نشید بلکه از مخصوصا انسانیت کهنه، اون زندگی که قبل از این از نسل آدم و حوا ما داشتیم، زمانی که این چیزها برای ما مکاشفه بشه، بتونیم درست تشخیص بدیم، با حقیقت آشنا بشیم، و این حقیقت باعث میشه که تصمیمایی درست بگیریم برای زندگی کردن ما. به این خاطر میخوام دوباره این قسمت در دوم پتروس باب 1:3-5 این چیزا رو هم الان پخش میکنیم که خودتونم بتونیم بخونین. این کلن میتونم بگم قبل از این بگم دلیل و هدفی که عیسی مسیح در این دنیا آمده همین بود که این آیه که اینجا نوشته نه فقط ما رو نجات بده، نه فقط گناه ما رو از ما ورداره، بلکه اینجا میگه که چنان که قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما اعانت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده، که به واسطه آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده تا شما به اینها بگیم شریک طبیعت الهی گردیم و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابیم. و بعد از این ادامه میده و به این همه، اینا احتیاج نیست تکرار کنیم، به این همه و به همین و همین جهت کمال سعی نموی. یعنی الان زمانی که اینو ما فهمیدیم، این هدف ما رو فهمیدیم و دلیل آمدن عیسی مسیح رو فهمیدیم که به ما حیات رو ببخشه، وعده های عالی رو ببخشه، که به وسیله او بتونیم شریک طبیعت مسیح بشیم. همینطور که عیسی مسیح 2000 سال پیش زندگی کرد، انسان بود، 100% انسان بود، فقط همینطور 100% پسر خدا بود که همینطور زندگی کرد، ما هم بتونیم مثل عیسی مسیح در این دنیا زندگی کنیم. خیلی هستن که باور نمی کنن. فقط این کلام خدا به هر حال واضح اینجا نوشته، ما خوانده شدیم شریک طبیعت مسیح بشیم و هر روز یاد بگیریم در این آزادی، در این شادی، در این فشارا، در این آتشهایی که خواهند آمد، بتونیم غلبه بیابیم و زندگی کنیم. این زندگی ماست. هیچ جایی تو کتاب مقدس ننوشته که فقط نجات پیدا میکنه همه چی عالی خواهد شد، پرواز میکنین از یک جلال به یک جلال. نه، همین عیسی مسیح بهترین نمونه‌ای بود برای ما که چطور زندگی کرد، چطور زمانی که روبروی مشکلات میشد با چه خونسردی و به چه حکمت تصمیم‌هایی میگرفت و میرفت و خدمت میکرد. حالا دلیل و هدف آمدن عیسی مسیح اینه که به این خاطر ما باید الان زمانی که اینو متوجه شدیم، پس کمال سعی کنیم بتونیم این چیزها رو دریافت کنیم و قدم به قدم بتونیم بریم جلو. خدا زمانی که، خدای پدر زمانی که ما رو نجات داد، این تصمیم رو گرفت عزیزان، تمام کارها با هم، تمام فرشته و هر چیزایی که هست کمک کنن که ما بتونیم به این قدوسیت برسیم، به این پاکی برسیم، و همینطور هم ما رو آماده کنه برای تخت خودش که یک روز با او بتونیم سلطنت کنیم.
این فقر میکنه از این فقط یک نجاتی ما به دست آوردیم، بلکه خدا در حال اینه که ما رو آماده کنه. تمام تمرکز میتونم بگم خدای پدر و عیسی مسیح بر روح القدس روی زندگی تو چطور بتونه تو رو هدایت کنه که این زندگی رو زیست کنی. من میتونم بگم قسمت‌های سخته، فقط اگر ما این راز رو فهمیده باشیم، تجربه کنیم، خواهید دید که عادت خواهد شد. معمولا یه کسانی که مثلا میگم میخوان سیگار رو ترک کنن، خب اولین یا الکل و هر چیزایی که شاید عادتهایی بگم ترک کنن، یه زمانی سختی از طول میکشه، شاید یک ماه، دو ماه، سه ماه طول میکشه. فقط بعد از یه مدت میبینی که زمانی که پیروز شدین دیگه این برای شما زندگی خیلی نرمال میشه. نمیدونم 40 سال پیش بود که ما سیگار رو ترک کردم، یا از اون موقع نفت تو فکرم دیگه نامد. از اون موقع اصلا از بوام فرار میکردم، از بوی سیگار فرار میکردم. این عادت دیگه از بین رفت و همینطورم زندگی ما طوری زمانی که طرز زندگی رو درست یاد بگیریم و این سر و این راز رو فهمیده باشیم، خواهید دید شاید قسمت اول یکم سخته، بعد از یه مدت زمانی که پیروزی ها رو به دست میاریم، شادی رو به دست میاریم، آزادی رو به دست میاریم، اون موقع هست که حتی تشویق میشیم که این راه رو ادامه بدیم. ما باید بدونیم که خداوند بر اساس همین اصول ما رو هدایت میکنه، آموزش میگه که ما بتونیم به اون هدف برسیم. زمانی که من باور میکنم، زمانی که در قسمت‌های سختی که من قرار میگیرم و صبر میکنم و منتظر خدا هستم، تو فشارهایی که قرار میگیرم منتظر هستم، خدا میدونم تو کارهایی میخوای انجام بدی، چیزهای عمیق میخوای انجام بدی، منتظر هستم، منم نمیفهمم چه اتفاقی میفته. زمانی که صبر میکنم و بعد از این مدت از این پیروزی بیرون میام، احساس میکنم مثل اینکه خدا میگه آه عالی، یعنی مثل اینکه خدا خوشنود از این چیز میگه که غلبه یافت پسرم، غلبه یافتی، آفرین، الان یک ماه، دو ماه به تو مرخصی میدم، یکم استراحت کن، الان چیز بعدی خواهد آمد و منتظر من باش. متوجه هستی؟ این یه چیزی هست که میتونم بگم عادت بشه برای شما دیگه. میگم بعد از دو ماه، سه ماه، چهار ماه که هیچ مشکلی نیست دیگه، احساس میکنم خدا من فکر میکنم چون مشکلی ندارم یه مشکلی هست اینجا. واقعا با عیسی مسیح زندگی کردن سخته، فقط خیلی شیرینه. آمین. هللویا. و ما باید پس با این روش‌های خدا آشنا بشیم و همینطورم مشکل اکثریت مسیحی‌ها اینه که چون ما تصویرهای اشتباه از خدا داریم، از نجات داریم، به این خاطر تجربه‌ی تلخم میکنیم یا تصمیمای اشتباه هم برای زندگی خودمون رو میگیریم. من فکر میکنم همه ما میدونیم که زمانی که یک شخص ایماندار میشه، روح خدا میاد و ما برای حیات جاودانی رو به دست میاریم، روح القدس میاد در ما، یک حیات ابدی ما به دست میاریم. و اینو توی جلسه های حقچویان اینجا بیشتر توضیح دادم و اینجا تو این عکس میبینی که تو اینجا نشستی روی این اسب و دو تا اسبایی هستن، یه هست که نجات آدمه یا انسانیت کهنه ما میگیم و نجات خدا یا انسانیت جدید، اون که مسیحی که در تو قرار گرفته و الان مسیحی که یعنی روح خداست که در تو قرار گرفته. الان اینجا تو زمانی که قرار میگیری فقط و فقط باید اونجا تصمیم بگیری روی کدوم اسب میخوای زندگی خودتو ادامه بدی. درسته یا نه؟ این تجربه رو کردی نه؟ روی کدوم اسب نشستی و مسیر خودت کجاست؟ هدف زندگی تو چیه؟ و اکثریت مسیحیت اینجا نشستن اصلا نمیدونن هدفشون چیه؟ کجا میخوان برن؟ چرا اصلا نجات پیدا کردن؟
به این خاطر زمانی که ما هدف رو ندونیم، مسیر رو ندونیم، اتوماتیک دیگه روی این اسب سیاه میشنیم و دوباره زندگی گذشته ما رو که ما داشتیم دوباره ادامه میدیم. به این خاطر خیلی ها از مسیحا هستن که بیشتر در این شکست زندگی میکنن، دائما در حال شک، دائما دور خودشون میچرخن، وارد یک مشکلی میشن، دوباره یک مشکل های دیگه میان و نمیدونن چرا مشکل هست، دعا میکنن، دعایشون جواب داده نمیشه، شک میکنن، در سردرگمی زندگی میکنیم. و اکثریت هم ما مشکلها رو میندازیم روی دیگران. مشکل کلیساست، مشکل برادره، مشکل خواهره، مشکل بوندسامته، مشکل نمیدونم هزار تا چیزهایی هستن و همینطور هم مشکل هم قسمت هایی هست که به خودمون نگاه میکنیم، خرابکاری هم میکنیم، گناه هم میکنیم، میفتیم. در این قسمت هم به زمانی که به خودمون نگاه میکنیم چیزهای نیک رو میخوایم در ما پیدا کنیم، پیداش هم نمیکنیم. بعد از یه مدتی میبینیم که تمام این هدیه هایی که خداوند به ما بخشیده یا روح خودش رو بخشیده که اینجا باید در شادی در آزادی زندگی کنیم از دست دادیم. خدا این زمانی که این تعلیم رو یا این کلام رو با من صحبت کرد، چند مدت پیش بود که زمانی که سوال می‌کردم از خدا، همینطور دعا می‌کردم برای مشکلایی که منم خودم قرار گرفته بودم، و زمانی که صحبت می‌کردم خدا خیلی مستقیم اینطوری صحبت کرد، گفته که مقصر تو هستی. مشکلایی هستم، ما مشکلها رو نگاه می‌کنیم، رفتارهای افراد رو نگاه می‌کنیم، چطور افراد با ما بد رفتار می‌کنن، احترام نمی‌ذارن یا بدگوییه و خیلی چیزایی هستن. و زمانی که حالمون بد میشه خدا میگه که مقصر تو خودت هستی. هیچ کسی مقصر نیست برای زندگی خودت. هیچ کسی مورد سرزنش یا مقصر این که تو در این حالی افتادی چی؟ نمیفهم. تقصیرکار نیست. خودت مقصر هستی. الان میخوام در این قسمت یکم فکر کنیم. یک کسی میاد به تو بدی میکنه، حالت بد میشه، کسانی هستن که پشت تو حرف میزنن، غیبت میکنن، دلت شکست میخوره، افرادی هستن که شاید بدی میکنن، از تو سوء استفاده میکنن. مقصر کیه؟ معمولا میگی که مقصر این افرادی هستن که با ما اینطور رفتار کردن. خدا میگه که نه، مقصر خودتی. من میخوام خودتون علاوه یه تصوری کنی. بدترین موجودی یا بدترین شخصی که تو میتونی تصور کنی، از طریق شخصیت، از طریق رفتار. اینجا یه عکسی گذاشتم اونجا. یه شخصی هست که بی رحمی رفتار رو و وحشیانه، شخصی خودخواهی، حسادت، تنفر و بدخواهی، انتقاب کننده، یک کسی که دائما فقط لعنت میکنه، ناعادلانه رفتار میکنه،
کسی دائما افسرده هست، در ترس زندگی میکنه، خود دلسوزی، پر از خود دلسوزی، تقصیرا رو میندازه روی افراد دیگه، ریاکار، نارضایتی، پول دوست و طمع، داوری و قضاوت، منفی گرایی و بدبینی. الان تصور کنید این شخص، الان که این چیزای صفت ها رو به شما میگم، این شخص یک شخصی است. الان من این عکس رو اونجا گذاشتم، الان توضیح خواهم داد. شک و بی ایمانی، کسی که دائما فقط مسخره میکنه، خوشگذرونی و خود شیفتگی و خودستایی، خشم و خیت و بدگویی، فحشایی، دروغگویی. حالا میخوام از شما بپرسم، این یک شخصی هست، دوست داری با این شخص زندگی کنی؟ دوست داری با این شخص زندگی کنی؟ حتی یک روز هم نمیخوای با اون زندگی کنی؟ یک ساعت هم؟ از اون میخوام معرفی کنم شما رو. این انسانیت کهنه است. این شخص انسانیت کهنه است. این شخص از نجات آدم و حوا به دنیا آمده. شخصی است که دائما در حال اینه که تو رو نابود کنه، زندگی تو رو خفه کنه، شادی تو رو بدزده، آرامش تو رو ورداره، با خودخواهی های خودش، با کل شقی خودش تو رو اصلا کلن از مسیر بیرون بیاره. این شخص فقط و فقط در حال فکر خودشه. این شخص فقط در حال اینه که چطور میتونه جلال بیابه. این شخص یک کسی هست که دائماً علیه کلام خدا میسته و مبارزه میکنه. و این شخص متنفر خداست، متنفر عیساست. دوباره میخوام بپرسم، آیا واقعا دوست، حتی دوست نداری یک ساعت هم با او زندگی کنی؟ و این شخصی هست که عیسی مسیح آمده با صلیب خودش تو رو آزاد کنه از این شخص. این رابطه و این یک شدن تو با او قطع کنه، فقط او میتونست انجام بده که تو رو آزاد کنه از این شخص، از این دیو، از این که نگاه میکنی. واقعا امروز که میرفتم توی یوتیوب نگاه میکردم، نه یوتیوب، توی گوگل نگاه میکردم، گفتم که واقعا زمانی که اینو نگاه میکنم، این فقط در حال اینه که هلاک کنه، بس بم ببره. و اینجاست که خداوند نشون داد، گفته که ببینین، انسانیت کهنه است که من تو رو آزاد کردم. عیسی مسیح میگه که من با خون خودم آمدم تو رو آزاد کنم از این شخص، از این شخص که تو رو نابود میکنه. شاد نیستی؟ مقصر اوست. آرامش رو از دست دادی؟ مقصر اوست. اگر ورشکست شدی؟ مقصر اوست. اوست که ما رو بدبخت و بیچاره میکنه. و متاسفانه خدا که آمده ما رو از این اجدها، میگن از این مرد وحشی، ما رو آزاد کنه، ما هنوز دوست داریم با او زندگی کنیم.
الان خودتون گفتی یک ساعت نمیخوام با او زندگی کنم. فقط ما هنوز او رو دوست داریم. هنوز از او اطاعت میکنیم. هنوز او رو پیروی میکنیم. و نادان هستیم چون نمیدونیم اون هدفش نابود زندگی ماست. عزیزان، با درد اینو میتونم بگم، 2 سال 3 سال تو کلیسا خیلی هستن که آمدن ایمان آوردن به عیسی مسیح، مخصوصا جوانهای زیادی آمدن در این کلیسا. از 2015 تقریبا 250-300 نفر ما تعمید دادیم. تو این 1 سال شهادتهایی شنیدم واقعا دردم آمده. افرادی بودن که سازش میکنن و ایماندار شدن، نجات پیدا کردن، حیات جاودانی رو به دست آوردن، تولد تازه رو به دست آوردن، فقط چون تشخیص ندادن و هدف خودشون درست نبود دوباره توی دام شیطان افتادن. افرادی هستن، میخوام اطلاع به شما بدیم، ایماندارها، برادرهایی که من با دست خودم تعمیدشون دادن الان توی زندانن به خاطر اینکه توی مشکلات افتادن، به خاطر اینکه به هر حال کارهایی کردن که نبایستی انجام میدادن. افرادی هستن که من تعمیدشون دادن دوباره توی دام شیطان افتادن، الان دوباره محتاج شدن، اسیر شیطان شدن، اسیر همین شدن. افرادی هستن الکلی شدن. یک شخصی هست، اینو میخوام بگم که اطلاع داشته باشین، اطلاع داشته باشین روبروی کی شما یا با کی زندگی میکنین. یه شخصی بود تقریبا 2 سال پیش بود، آمد افسرده و واقعا شکست خورده آمد پیش من. خودش دیگه قاطی شده بود، دیو زده شده بود تقریبا. اعتراف کرد، گفت من یک شخص را، یک آدم را کشتم. ایماندار، گوش میکنی؟ روح خدا درونش بود. راستش بگم من دیگه شوکه نمیشم. دیگه واقعا میدونم این کار شیطان فقط نابودیه. در یوحنا باب 10:10 نوشته شیطان نمیاد جز از بکشه، از بین ببره و نابود کنه، هلاک کنه. عزیزان، ما آشنایی نداریم با این چی میگم اجدها. به این خاطر ما دوستی میکنیم. و این شخص زمانی آمد اعتراف کرد، گفت من نمیتونم بخوابم، نمیتونم، این دیوها دور من میچرخن، نمیتونم نفس بکشم، چه کار باید بکنم؟ گفتم اولین کاری که باید انجام بدی توبه کنی، بازگشت کنی. بعد از این توبه کرد، گفته منو ببخش خود، من نخواستم بکشم، فقط عصبانی بودم، خشم آمده بود، این اجازه داده بود روی این روح بیفته، خشم آمده بود، نمیخواستم، فقط یهو یه عکس العملی کردم، او رو کشتم و فرار کردم، هیچ کسی نمیدونست. بعد از این دعا کرده، منم قاضی نیستم اینجا، منم فقط شبان هستم، سعی میکنم یه جوری چطور میتونم کمکش کنم. به هر حال توبه کرد، بازگشت کرد، یه قسمتی آروم شد، فقط هنوز آزاد نشده بود. و بهش گفتم که تو باید بری پیش پلیس، باید خودت رو لو بدی، باید بگی که من این کار رو کردم، اگر نه دیوها تو رو آزاد نمیذارن. نمیتونستم زور کنم، فقط گفتم برو دعا کن. من فقط میتونم بگم اگه واقعا میخوای آزاد کنی، اگه بهتر بری توی زندان احساس آزادی کنی از اینکه در آزادی زندگی کنی پر از دیوها که دور تو میچرخن، نمیتونی بخوابی. عزیزان، ایماندارها الان خیلی ها هستن وارد دنیا شدن و اونجا عذاب میکشن، اسیر دوباره انسانیت کهنه شده. تقصیر رو نمیتونیم بذاریم شیطان میتونه به هر حال از بیرون ما رو وسوسه کنه. فقط اینجاست که تو چقدر کدوم روی کدوم اسب نشستی.
اسب سیاه نشستی و از او اطاعت میکنی و گوش میکنی، یا تصمیم میگیری با عیسی مسیح طبق کلام خدا زندگی بکنی. زمانی که من ایمان آوردم به عیسی مسیح، اولین چیزی که اتفاق افتاد، تمام من خیلی موزیکایی داشتم، اون موقع صفحه بود، سیدی چیز نبود، صفحای موزیکای متال بود و نمیدونم شیطانی و داری تمام چیزا، تمام چیزایی که بود همه چی رو از خودم دور کردم. تمام اصلا تعلیمم نگرفته بودم الان من باید این کار رو انجام بدم، فقط میدونستم دیگه ربطی به من نداره. حتی با دوستای خودم که شبها میرفتیم دیسکوتک و دختربازی و نمیدونم چیز مشروب و اینطوری چیزا، دیگه میدونستم باید قطع رابطه کنم، اجازه ندارم سازش کنم. کسی هم به من نگفت که شبا میگه که تو اجازه نداری. من در قلب من میدونستم جای من دیگه اونجا نیست، هیچ چیزی نمیگیرم اونجا. با دوستام رابطه رو داشتم، فقط به ایشان روک و راست گفتم ببین جای من اینجاست، من نمیتونم بیام دیگه دو دیسکوتیکا، ارزام اونجا هم نمیشم. و بعد از یک مدت دوستی من رو سعی کردم نگه دارم، فقط بعد از یک مدت خودشون از من دور کردن. گفتم باشه اوکی. هنوز چند نفر هستن، هنوز بعضی وقت هست که با هم رابطه داریم، فقط من باید تصمیم بگیرم سازش اجازه ندارم بکنم، چون این از این من فرار کردم، این باعث شد که من، یعنی این باعث شد که من به افسردگی، به خودکشی برسم. احمق نیستم که دوباره برگردم با او عهدی ببندم، بدم ما میخوام با تو زندگی کنم دوباره. فقط چون ما نادان هستیم، چون این خطر رو در خودمون هست، ما نمیدونیم، به این خاطر سازش میکنیم. باور میکنین؟ به خودتون نگاه کنین. این هست که تو رو توی استرس میاره، این هست که تو رو دائما هدایت میکنه تصمیمای اشتباهی بگیری، این هست که دنبال جلال خودشه و زمانی که اطاعت میکنی اتوماتیک اسیر او میشی. اون خونی که عیسی مسیح 2000 سال پیش داد که تو رو آزاد کنه، تو داوطلبانه دوباره بر میگردی سمت او. به هر حال با زبان میگیم که هللویا، در کلیسا به هر حال همینطور خدمت میکنم، همه کارا رو میکنیم، فقط در خفا با او زندگی میکنیم. خدا میخواد امروز ما رو آزاد کنه عزیزان، آزاد کنه از این اجدهایی که در ما هست که قدرت نداره. در رومیان باب 8 آیه 13 اینجا میگه که زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید، یعنی روی این اسب سیاه نشستی طبق نفس زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید، خواهید زیست. آمین. ما این تمای این موعظه هم چیه؟ قاتل باش. قاتل باش. بکش. بکش این انسانیت کهنه رو. یا؟ پس زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنی، با احساسات خودت، با فکرای خودت، با مشورت کردن با او، زمانی که میخوای تصمیم بگیری با کی مشورت میکنی؟ با روح القدس مشورت میکنی؟ با خادم مشورت میکنی؟ یا با این انسانیت کهنه که مشورت میکنی و او تو را هدایت خواهد کرد به هلاکت؟ به این خاطر خدا گفته که هر کسی که اینجاست، نه فقط برای من، هر کسی اینجاست، تو یک جایی قرار گرفتی، واقعا عذاب میکشی، درد میکشی، تو مقصر هستی، چون تو تصمیمای درست نگرفتی برای زندگی خودت، چون تو طبق این هدایت این اجدها تصمیم گرفتی. آنجا خواهیم رسید. همینطور در کلوسیان باب 3 آیه 5 اینجا میگه که پس هر آنچه را در وجود شما زمینی هست یا نفسانی هست بکشید. بگین بکشید.
یعنی چی؟ ناپاکی، هوا و هوس، امیال زشت و شهوت پرستی، هم در خود نابود سازید. این زندگی ما زمانی که خداوند میگه که من به شما تمام این وعده های بی نهایت عظیم به شما دادم، تمام چیزای گنج هایی که در شما گذاشتم، همه چی رو گذاشتم، تمام اسلحه هایی به شما دادم که وردارین از این و شروع کنیم به کشتن این انسانیت کهنه. الان به اونجا میرسیم چطور باید بکشیم. فقط اینو باید متوجه بشیم، اینجا دیگه ما هستیم، در زبان ماست، در قلب ماست که دنبال چی هستیم و چطور میخوایم رفتار کنیم. امیدوار هستم امروز برای من، برای ما یه ترسی به وجود بیاد از این انسانیت کهنه که واقعا هر موقعی که میخوایم تصمیمی بگیریم بدونیم که کی است که مشورت کرده، کی است که منو هدایت میکنه. تو کلیسا جوانای زیادی هستن توی زنا زندگی میکنن، تو فحشا زندگی میکنن، ایماندارها، و میدونم شیطان هم اونجا ایستاده فقط میگه که ببین این فرزندانی هست که تو نجات دادی، ببین اینا اصلا تو رو نمیخوان. و هدف شیطان چیه؟ هدف شیطان اینه که واقعا تو رو به یه جایی برسونه که تصمیمای اشتباه بگیری، تصمیمایی بگیری که مشورت کردی با این انسانیت کهنه. هدف شیطان اینه که تو رو به یه جایی برسونه که به خدا بگه ببین اصلا دوستت ندارن، اصلا احکام تو رو نمیخوان، اونا فقط دنبال برکت هستن، هیچ کسی دنبال این نیست، با من مشورت میکنن، با من سازش میکنن، با من زندگی میکنن، فقط میان پیش تو برکت رو میخوان. این فرزندان تو هستن، اصلا تو رو نمیخوان، اصلا تو رو دوست ندارن، به این خاطر هیچ موقع هم احکام تو رو نگه نمیدارن، اونا منو میخوان. حتی هم نجاتشون دادی، حتی به عیسی مسیح، به صلیب او باور کردن، هنوز دوست دارن با من زندگی کنن. در رومیان باب 6 آیه 6 تا 7، زیرا این را می‌دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه محدوم گشته دیگه گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. این کار عیسی مسیح که عزیزان کرده، انسانیت کهنه تو قدرت نداره، این اژدهایی که اینجا میبینین هیچ قدرتی نداره، اون هست، تو احساسش میکنی، درگش میکنی، فقط قدرت نداره. به این خاطر میگه که ببین دیگه مصلوب شده تا جسد گناه محدود گشته دیگه گناه را بندگی نکنید، یعنی دیگه آزاد شدین از این انسانیت کهنه، دیگه احتیاج نیست به او گوش کنین. او فقط میتونه روی تو تسلط داشته باشه زمانی که زمانی که ما اطاعت میکنیم از او. نه درسته یا نه؟ همینطور در رومیان باب 6 آیه 12 تا 14، پس مگذارید گناه در بدنهای فانیش ما فرمان براند. اجازه ندین چی؟ او فرمان بده. اجازه ندین، منظور چیه؟ اجازه ندین، منظور چیه؟ اطاعت نکنین، اجازه ندین، بس سکوت کن، برو از اینجا بیرون. اجازه ندیم که دوباره این انسان کهنه صحبت خواهد کرد. سه هفته پیش در موردش صحبت کردم، گفتم صحبت میکنه شیطان نه، انسان کهنه دائما با تو صحبت میکنه، فکرهای منفی هم میاره، احساسات بدی هم میاره، درسته یا نه؟ هلو میاره یا نه؟ دائما اینجا نشستی هم تو پرستش میکنی، فکرهای منفی میاد،
قضاوت میاد، داوری میاد. میری توی خیابون زن رو میبینی، مرد رو میبینی، چشمت باز میشه. یا این چیزایی هست دائما در ما، این هست. فقط دو هفته پیش، سه هفته پیش به شما گفتم زمانی که تو اطاعت نمی کنی در پاکی زندگی می کنی. خدا الان منو که نگاه می کنه آدم پاکی می بینه. می دونستین؟ هیچ گناهی الان در من نیست. من اینو واقعا به 100% می دونم. امروز صبح در دعا بودم، همینطور نگاه کردم، گفتم نه، هیچ گناهی در من نیست. خوشحال شدم، چون میدونم تمام این فکرها همه محکوم شدن، یعنی اطاعت نمی کنم. تشخیص دادم، این شخص رو تشخیص دادم که کنار من میخواد منو چیز کنه، تو بدی، تو اینه، تو اینه، پیچ 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 پیچ. گفتم گوش نمی کنم، هر کاری میخواد بگی، من در حضور خداوند پاک هستم، هیچ چیزی در من نیست. منظوری نیست که بعد از 5 دقیقه یه گناهی نکنم. اگه نا اطاعتی کنم، دوباره شروع کنم قضاوت کردم، بگم که فراد دوباره آمده اینجا نشستیم زمانی که این اطاعت رو کنم، طوری شروع کنم منفی صحبت کردم، گناه کردم. فقط زمانی که این فکر میاد جلوش میگیرم، میگم نه، فرهاد برادر عزیز منه و خیلی دوستش دارم، خیلی با ارزشم هست. چند تا عکسایی کرده، عکسایش اونقدر زیبا نبود، به هر حال مرد خداست. 6 سالم پاس نداره. خداوند مرسی که خداوند اونقدر دوستش دادی که 6 سال پاس ندادی بهش، از او یک آدمی ساختی. خیلی لذت بخش زمانی که اینطوری فکر میکنی. به این خاطر اجازه نده این اجدها تو رو تو گناه بندازه. گناه رو بندگی نکنین، یعنی گوش نکنین، اطاعت نکنین و صداهایی که میاد خودت نابود نکن. این صداها هستن، تا آخر عمرت خواهند بود. فقط زمانی که گوش نمی کنی، اطاعت نمی کنی، در راستی می بینی، در پاکی می ایستی، تو عادل شمرده شدی. خدا تو رو نگاه می کنه، من رو نگاه می کنه، می بینی مرد عادلیه، هیچ گناهی درونش نیست. اینو باید یاد بگیریم، چون یک متخصصی میگن، نه یک متخصصی، یک اسلحه‌ای که او برمی‌داره، این انسان، این انسان، انسانیتی کنه، اینه که دائما تو رو کوچیک کنه، دائما تو رو مسخره کنه. درسته یا نه؟ دائما تو رو کوچیک کنه، از تو هیچ چیزی هم ساخته نمیشه. مسخره کردن یک چیز اصلی خیلی قویه که داره، ناامید کنه. به این خاطر در کلام خوندیم خدا به ما وعده های بی نهایت زیادی داده. من به وعده ها نگاه میکنم، خدا چی میگه؟ طبق این من زندگی میکنم، نه طبق این که او الان میگه که من چی خواهم شد، الان چی هستم. تو هیچ چیزی هستی، به درد نمیخوری. میگم میتونم بگم الان در حال حاضر هنوز شاید چیزی نباشم، فقط من میدونم کجا خواهم نشست یه روز. من خواهم نشست در تخت، در دست راست پدر، در دست راست عیسی مسیح، با او سلطنت خواهم کرد. و شیطان، جایی تو رو میخوام به تو نشون بدم کجاست؟ در جهنم. جای تو اونجاست و این دیگه تکمیل شده. به این خاطر رو به این وعده ها من تکیه میکنم زندگی خودم. به این خاطر عزیزان، خدا که میگه که مقصر خودت هستی، چون خودت این به این انسانیت کهنه گوش میکنی. پس اینجا در رومیان باب 6 که نوشته، پس مگذارید گناه در بدنهای فانی شما فرمان براند، اعمال یا هوس‌های آن را اطاعت کنین. خواهش می‌کنم اینا رو نوت کنین، برین توی خونه رومیان باب 4 باب 6 رو بخونین و باب 8 رو بخونین. خدا خیلی صحبت خواهد کرد با شما، مطمئن هستم. یا تسلیم و اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید.
تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. مخصوصا این رو نوشتم که خودتونم بخونین. یعنی بدن منه، زندگی منه، دستای منه، چشم منه، همه چیز منه به دستای او میسپارم. این اعضا مال خداست دیگه، مال من نیست. خداوند اینو وردار. یه زمانی که با این مثلا افراد رو بی احترامی میکردن، وردار برای تسلی. یک آیه هست که میتونم بگم وحشتناکترین آیه هست که تو کتاب مقدس که عیسی مسیح گفته، میگه که اگه چشمت گناه میکنه، چشم خودت رو بکن، چشم راست خودت بکن و بنداز. بهتره کور وارد ملکوت خدا بشی از اینکه دو تا چشم بری توی جهنم. دست راستت اگه تو رو هدایت میکنه به گناه، ببر. یعنی یک واقعا یه فرمان خیلی وحشتناکه. یعنی زمانی که اوائل که من ایمان آوردم اینو خوندم، میگفتم اگه این کارو بکنم دیگه هیچ چیزی از من نمیمونه. در حال فقط بریدن و اینطوری میفهمید. و میدونین افرادی هستن که شریعتی هستن، فکر میکنن خدا اینو گفته یعنی باید واقعا ببری، چشمتو ببری. مشکل دست تو نیست، مشکل اینه که چقدر تو اطاعت میکنی، چقدر میگی خداوند واقعا دست من خرابه، فقط شکرت میکنم عیسی مسیح که زیر فیض تو زندگی میکنم و خداوند مرسی که از این دست تو استفاده خواهی کرد برای جلال نام تو. خداوند مطیع تو هستم، اطاعت میکنم از کلام تو، و خداست که اونجا ما رو در این قسمت هدایت میکنه. الان زمانی که در مورد این قسمتی که الان ما صحبت کردیم که کلام خدا میگه که پس بکشید، الان میخوام کوتاه صحبت کنم چطور میتونیم اینو بکشیم. در کلوسیان باب 3 آیه 8 تا 10 اینجا میگه که لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخواهی و بدگویی و فحش را از زبان خود، به یکدیگر دروغ نگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. زمانی که در مورد صحبت میکنه در مورد بکشید، منظور اینه که ما جنگ نمی کنیم با شیطان که شروع کنیم بیه اسلحه برداریم. بکشید یعنی زمانی که من از خدا اطاعت میکنم و از او اطاعت نمیکنم و تصمیم میگیرم کلام خدا رو اطاعت کنم، این مرگ انسانیت کهنه است. زمانی که اینجا میگه که الان در این آیه که میگه که به یکدیگر دروغ مگه، چون که انسانیت کهنه رو با اعمالش رو از خود بیرون کرده اید، یعنی جدا کرده اید. پس اینجا میگه که ترک کنید، یعنی الان صورت خودت رو سمت کلام خدا، وعده های خدا و همینطور هم روح خداست بگذارید و از او اطاعت کنید. هر چقدر سخته و ما میدونیم که بعضی وقت که خدا ما رو به یه جاهایی قرار میگیره که باید اونجا تصمیم بگیریم، یا خدا میدونه چه چیزهایی در ما در عمل هست، چه چیزهایی هست که تو رو نابود میکنه، و خدا در حال این است که تو رو به یه جایی شرایط یه جایی قرار بده. این روش خداست
که این انسانیتی کنه اونجا بمیره. متوجه هستین چی میگم؟ میخوام اینطوری متوجه عیسی مسیح رو نگاه کنیم. عیسی مسیح که زمانی که یک روز قبل از اینکه مصلوب بکنن تو باغ جتسمانی بود، درسته؟ و تو باغ جتسمانی اونجا میتونم بگم شاید وحشتناک‌ترین زمانی بود که برای عیسی مسیح، اونجا باید تصمیمی میگرفت. اونجا جنگ بود، این نفس او نمیخواست بمیره، این نفس او پر از ترس بود. به این خاطر عیسی مسیح گفته اگه یک راه دیگه هست که پیاله از من رد بشه، نه اراده من بلکه اراده تو. تو دردها وارد باید میشد و اونجا زمانی که تصمیم میگرفت، و توی فیلم مصیبت‌های مسیح خیلی عالی دیده میشه که زمانی که این پاشو گذاشت روی مار، اینجا خفشو من از خدا اطاعت میکنم. این پیروزی اصل عیسی مسیح رو باغ جتسمانی بود. عزیزان، خدا ما رو به باغهای جتسمانی خودمون هدایت میکنه، یه محیط رو آماده میکنه. تا الان نمیدونی چه چیزهایی در قلبت، در نفس خودت هست اونجا که تو رو نابود میکنه، تو رو یک محیط رو آماده میکنه و میبره توی محیط. و زمانی که توی محیط قرار گرفتی، زمانی که این اجدها در تو میخواد تو رو خفه کنه، بیرون بیا، تو رو نابود کنه، اونجاست که باید تصمیم بگیری خداوند از تو اطاعت میکنم، من صبر میکنم، دهنم باز میکنم، این داد میزنه، میگه فریاد بکش، فوش بده، کارهای خودت رو انجام بده. اون موقع میایستی میگی که من اطاعت میکنم، منتظر تو هستم. این درده، این غرور در ما میخواد فریاد بکشه. زندگی خودت رو نگه دار، حق خودت رو نگه دار، اجازه نده با تو این کارا انجام بشه. و تو اینجا میایستی میگی خداوند درده، فقط من منتظر تو هستم. این باغ جتسمانی توست عزیزان، اینجاست، در این محل هاست مشخص میشه روی کدوم اسب نشستی. اینجاست که مشخص میشه دنبال چی هستی. یه کسی که دنبال عیسی نیست هیچ موقع اینجا موفق نخواهد شد. اینجاست که معمولا زمانی که خداوند میگه منتظر خداوند باش، صبر کن، منتظر من باش، و اینجاست که صبر رو نداریم، چون این بی صبره، اون زود میخواد نتیجه بگیره و آخر جلال خودش رو پیدا کنه. و زمانی که از این محیط، از این جایی قرار گرفتی و خلاصی یابید و بعد از یه مدت صبر کردین، اینه که با این حال اینجا کلام خدا میگه بکشید الان هر چیزی که الان اونجا هست، بکشید. اونجاست که این شخصیت، یه قسمتی از این شخصیت انسانیت کهنه رو میکشید با اطاعت کردن از کلام خدا. بعد از این یهو میبینی که یک برکت میاد، یک قسمتی از مسیح در تو قرار میگیره، یک شادی میاد، یک پیروزی میاد. بعد از یک مدت خدا یک محیطی دیگه چیز میکنه، چون کار خدا اینه که قسمت به قسمت انسانیت کنه تو بکشی. خودش نابود کرده، فقط تو باید بکشی. گوش کردین؟ دعا نکن که خداوند بیا من آزاد کن. خدا میگه من تو رو آزاد کردم، فقط این شمشیر در دست تو، این چیز رو خودت باید بکنین، آخرین چی میگم ضربه رو تو خودت باید بکنی. تقریبا مثل این که خدا آمده شیطان رو چیز کرده، یا انسانیت کهنه رو الان چی میگه اسیر کرده، هیچ قدرتی نداره، یا و میگه که من همه چی رو برای تو کردم. اون که تسلیم، اون کاری نمیتونه، فقط آخرین چیز تو باید انجام بدی، چون من او رو اسیر کردم، من روی صلیب اونجا او رو نابود کردم، من روی صلیب قدرت او رو برداشتم. فقط آخرین چیز رو تو خودت باید بکنی. و این زندگی روزمره ماست عزیزان. به این خاطر میگه که ترک کنید. و کلوسیان باب 2:12-13 اینجا میگه که زور نه فقط ترک کنید، بعد الان بپوشید. میگه پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوبان خدا، احشا
احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و هم را بپوشید. منظور چیه؟ الان این چیزایی هست که خداوند به ما بخشیده، اینو باید ورداریم و متحمل یک دیگه شده، همدرگی را، اینو همدیگر را عرق کنید، هرگاه بر دیگران ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزیده شما نیز چنین کنید. همین اطاعت کردنه که زمانی که میکنی دهن این انسانیت کهنه رو میبندی و یک سیلی هم میزنی توی دهنش. رومیان باب 8 همین قسمتی که خوندیم، زیرا اگر بر طبق نفس یا جسم زندگی کنید خواهید مرد. به این خاطر عزیزان، زمانی که اول گفتم که شما مقصر خودتون هستین، مرگ منظوری نیست که میمیرین. مرگ یعنی حیات رو از دست میدیم، شادی رو از دست میدیم، آرامش رو از دست میدیم، اعصابت خرد میشه، عصبانی میشی، ناراحت میشی، این مرگه. سردرگمی قرار میگیری، اینجاست که همه رو مقصر میبینی، اونجاست که دلسوزی میاد، خود دلسوزی، نه ببینی، خود دلسوزی میاد. درسته یا نه؟ من فکر میکنم همه ما که اینجا هستیم، منم توش هم هستم، این تمام تجربه رو ما کردیم. زندگی زن و شوهری که نگاه میکنیم، اگه واقعا در این قسمت زن انسانیت کهنه خودش رو بکشه، اونجا این دشمن اصلیت اونه، مردم هم اینطور دشمن اصلی خودتونه. اون هر دوتا با این انسانیت کهنه رو بکشی، نه هم دیگه رو بکشی، دیگه اوتوماتیک دیگه سول میاد. حق منه، من بهتر میدونم. و اگر زنت میاد ناعدالتی میکنه، شوهرت میاد ناعدالتی میکنه، تسلیم خدا باش، بگی خداوند من اجازه نمیدم، الان دهنم میبندم، منتظر تو هستم. یک ماه، دو ماه، تو شش ماه طول میکشه، من منتظر تو هستم، تو عادل، تو عدالت من هستی. نه فقط ترک کنیم، بلکه الان خدا من میپوشم، الان شوهرم رو برکت میدم، شوهرم رو محبت میکنم. انسانیت کهنه در همون لحظه میاد میخواد تو رو بکشه، برعکس انجام بده، خواهی دید چطور اول تو عوض میشی. بعد از یه مدت اگه فیض خداست اونم عوض میشه. اگه من عوض نشه به تو چه؟ واقعا عزیزان این آزادیه. الان اینجا که نشستی با تمام درد ها مقصر تو هستی، خدا میگه، چون سازش کردی با این انسان ندکونه، روش رو به تو نشون دادم، وعده ها رو دادم، همه چی برای تو هست، بی نهایت زیبا گرانبا به تو دادم، به اضافه حیات جاودانی رو، به اضافه همین قسمتی که ما اینجا خوندیم، جلال چنان که قوت الهی همه چیز را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. هر چیزی که ما احتیاج داریم که به زندگی موفقی داشته باشیم، همه چی در من است، در تو هست، فقط ما باید از این چیزها استفاده کنیم. عزیزان من فکر میکنم زمانی که این مکاشفه یا این راز رو فهمیده باشیم و وقت رو بذاریم در حضور خدا برین نگاه کنیم، خداوند این تشخیص روح رو به من بده، من میخوام واقعا متوجه بشم کی هست که انسانیت کنه، کی هست که من زندگی میکنم. بعضی افراد اونقدر دیگه با هم یک شدن دیگه نمیدونن اصلا خودشون انسانیت کنه هستن یا تازه هستن. فقط خدا میخواد کمکت کنه، فقط جدی باید در دنبالش باشی. به این خاطر نسرینم هفته گذشته این موعظه رو که کرد در مورد خدای قادر متعال، خدا کار خودش رو انجام میده، تو کی هستی که الان غر بزنی شکایت کنی؟ هر اتفاقی میفته خدا اجازه داده،
سیلی خوردی، خدا اجازه داده. رئیس تو رو از کار بیرون انداخته، خدا اجازه داده. پولت گم شده، خدا اجازه داده. هر چیزی از خدا اجازه داده، باور کن. خدا نمیدونم به چه دلیلی، فقط اعتماد به تو دارم. منظوری نیست که احمقانه زندگی کنیم، برحال خدا به ما حکمت داده بتونیم با حکمت زندگی کنیم. فقط هر اتفاق میفته باور کنین، خدا هدایت میکنه. خدا چشمای خودش اونجاست، تو رو هدایت میکنه. و اینجاست که نسرین هم همین موعظه عالی رو که کرد، همین قسمتی که خوند در رومیان باب 8 آیه 28 اینجا میگه: و میدانیم که به جهت آنانی که خدا رو دوست دارن، بگین دوست دارن. و عیسی مسیح خودش میگه هر کسی احکام من رو نگه میداره، اینا هستن که من رو دوست دارن. مرسی. پس زمانی که احکام خدا رو نگه میدارم، عزیزان گوش میکنین، احکام خدا رو نگه میدارم، اطاعت میکنم، پس نااطاعتی از انسانیت کهنه میکنم. به این دلیل نشون میدم به عیسی انقدر دوستت دارم که اینو با علاقه مندی احکام تو رو نگه میدارم. هر بلایی روی سر من بیاد، هر فشاری میاد، هر آتشی روی زندگی میاد، اینجا میتونم بگم که برای خیریت من تمام خواهد شد. و میدانی که جهت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت با هم در کار میباشند. این زندگی ما هست عزیزان، به این خاطر راحت میتونم بخوابم، میدونم که همه چیز عالیه. و میگم هر روز صبح میگم خدا من اجازه میدم چیزی بد، چیزی خوب اتفاق بیفته، همه چی در دستای توست. من میدونم خداوند آرزوی تو اینه که منو روی تخت بندازی بالا، که با تو سلطنت کنم و همینطورم طبیعت تو رو زندگی کنم. باور میکنم، چی فکر کنم دیگه، چه بال بال بزنم، برای چی؟ من یک قدمی نمیتونم بردارم که خودم رو محافظت کنم. به این خاطر مرسی خداوند، در این آزادی عزیزان خداوند میخواد زندگی کنه. اشتباه میکنم، خرابکاری کردم، توبه میکنم، بازگشت میکنم. این انسانیت کنه میگه نگو نگو، آبرویت از بمیره، بگو که خفه شو، من میکنم، چون میخوام از تو آزاد بشم، من میخوام طلاق بگیرم از تو. متوجه هستین؟ آخرین آیه رو، این روی اسب سفید، امیدوار هستم همه ما روی اسب سفید نشسته باشیم، یه تیرکمانی در دستمون باشه. و اینجا میگه که در دومی قرنتیان: چرا که اسلحه جنگ ما جسمانی یا نفسانی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست. ما خیالات ها و یعنی فکرها، دروغ ها، چیزای چرت و پرت هایی که دائما هی از طریق دنیا میاد یا همینطورم از انسانیت کهنه میاد و هر ادعای تکبر آمیز را که در برابر شناخت خدا یا کلام خدا قطع علم کنند، ویران میکنیم یعنی میکشیم، از بین میبریم هر فکری، هر چیزایی است و هر فکر و اندیشه رو به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم. آمین. این زندگی ما هست عزیزان، این روش رو یاد بگیریم. هر فکری میاد، هر دروغی میاد، هر اندیشه هایی که میاد که علیه خداست، میگم در نام عیسی مسیح نه، اطاعت نمی کنم، این دروغ رو از خودم دور می کنم. مرسی خداوند، وعده های تو عالیه، وعده های تو یا بله و آمینه. مرسی خداوند برای زندگی من، مرسی برای تمام چیزایی که در مزامیر نوشتی، وعده هایی که به من دادی. خداوند فکرای تو فکرای عالی برای منه. اگه از آتش عبور کنم سوخته نخواهم شد، اگه از توی آب برم اونجا خفه نخواهم شد،
تقریبا اینطوری نوشته شده. هر وعده‌ای که برای خودت بردار، این وعده برای توست، و شروع کن به حکومت کردن. و هر فکر منفی بیاد خودتو محکوم نکن. فکرهای منفی رو فقط میتونی بگی که تو ربطی به من نداری، من در پیروزی خدا زندگی میکنم. آمین. با هم دعا کنیم عزیزان. مرسی خداوند، مرسی که خداوند به ما روش‌های خودتو به نشون میدی خداوند، که بتونیم یه زندگی موفقی، یه زندگی پیروزی داشته باشیم. و همینطورم که ما رو شریک طبیعت خود الهی خودت کردی، که بتونیم خداوند با این زندگی مون که میکنیم خداوند از هر فساد و شهوت های این دنیا خداوند واقعا آزاد بشیم خداوند، یا آزاد هستیم خداوند، فقط اینو زندگی کنیم خداوند. مرسی روح القدس که تو اینجا هستی، مرسی عیسی مسیح که خداوند این پیروزی رو تو برای ما آوردی خداوند. ما هیچ شانسی نداشتیم خداوند از این اژدهایی که خودمون هستیم آزاد بشیم. و خداوند ممنون هستیم که خداوند تو به ما این روح قدوس خودت رو دادی خداوند، که به وسیله روح تو بتونیم تمام این افکار انسانیت کنه رو بکشیم خداوند. و خداوند آرزوی من برای خودم، برای همه ما اینجاست که خداوند که این مکاشفه رو خداوند به تک تک ما ببخشی خداوند. من میدونم که کار شیطان اینه انسانیت کنه دنبال حق ماست، دنبال اراده ماست که تصمیمای یا تصمیمای درست نگیریم و ضد کلام خدا زندگی کنیم. خداوند بیا خداوند چشمای ما رو باز کن خداوند، که بتونیم در زمانهایی که ما رو میبره یه جاهایی که بتونیم حتی از حق خودمون رو بگذاریم، همینطور که تو عیسی جان حق خودت رو گذاشتی. الان تو قلب من هست، همینطور که در این دعا هستین، چون موضوع خیلی مهمی عزیزان، من میخوام واقعا اینطوری که خدا هدایت کرد، اولین چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که در حضور خداوند توبه کنیم. نمیخوام بگم همه، کسانی که واقعا این کلام باید صحبت کرده که ما سازش کردیم با این انسانیت کهنه، توبه کنیم از این که بیشتر به مشورت های اون گوش کردیم انسانیت کهنه، از این که کلام خدا. توبه کنیم برای این که گوش کردیم به این انسانیت کهنه که اون به ما دستور داد هدف من چی باید باشه. و اگر خدا با قلب تو صحبت کرده و میخوای واقعا از امروز به بعد نه فقط توبه کنی، بلکه بیا خداوند من میخوام، من متوجه شدم میخوام دیگه نه یک ساعتی با این اجدهایی که در من این انسانیت کهنه زندگی میکنم، من میخوام واقعا چشم و قلب منو باز کنی که تشخیص بدم، و هر روز میخوام با کمک روح القدس تو از تو اطاعت کنم. و هر گناهی در من هست، هر کسی که نبخشیدم، هر کسی که داوری کردم، هر چیزای بدی که من از او استفاده کردم، میخوام توبه کنم، بازگشت کنم. اگه خدا با قلب تو صحبت کرده، بیا جلو در حضور خدا من زانو بزن و این فیض خدا رو دریافت کن که از امروز به بعد بتونی تصمیم های درستی بگیری برای زندگی خودت. و اگه دیگران رو همینطور مقصر دونستی، هر کسی میتونه باشه،
میتونی برای اینم توبه کنی. خدا میگه که تو مقصر هستی. حالا دعوت میکنم اگه خدا با قلب تو صحبت کرده بیا این جلو. همینطور با تشکرم چون این فیض خداست، خدا میخواد امروز یه پیروزی به تو ببخشه، یه قدرتی، و قدرت او رو دریافت کن. روح خدا رو دریافت کن. میگه خداوند از امروز به من میخوام حتی قول بدم، بلکه میخوام تصمیم بگیرم هر روز واقعا دیگه از تو اطاعت کنم، با تو مشورت کنم. زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح عمل گناه آلود بدن رو بکشید خواهید زیست. هللویا خداوند. روح قدس خدا با حضور و آتش برای تو قلبم هست، احساس میکنم خدا میگه که افراد زیادی هستن که این سازش رو میکنن و با این انسانت کهنه زندگی میکنن. افراد زیادی هستن. خدا تو رو دعوت میکنه بیا و تو رو آزاد کنه. از زمانی که میاین با این دعا هم بیاین که خداوند چشمای منو باز کن، که از امروز به بعد واقعا بتونم تشخیص بدم. احساس میکنم روح خدا اینجاست که به تو کمک کنه، چون نه داوریه بلکه حضور خدا اینجاست که تو رو از این احساس میکنم مثل یه چسبیده به تو، که با این قدم ها خدا میخواد اینا جدا کنه. همینطور در این سکوت خودتون دعای خودت رو بکنید. دستگذاری نمی کنیم. این الان یه چیزی هست که احساس میکنم خدا میخواد این فیض رو ببخشه، خودت رو آزاد کنه از این، یا از این انسانت کهنه. و خیلی مهمه که عزیزان که اینجا هستین، الان کسانم که نیستن نامدن جلو، خودتون رو خدا میگه که هر روز خودتون رو بسپارین، هر روز تسلیم او باشین. یک چیزی نیست که یک بار مصرفه، یک بار
گفتیم، بلکه تسلیم او هر روز بشیم. حق خودت رو به او بده. و هدف همون انسانت کنه که حق خودش مرگشه. حق خودش مرگشه. و اینو نمیخواد هیچ موقع تو از دست بدی. هر کسی الان اینجا هم هست، اونجا نشستین، خواهش میکنم در دعا باشه. من موضوع خیلی مهمیه، مرگ انسانت کهنه حقشه. حق تو رو از دست نده. صدا میاد مثل این که میخواد بگه که حق خودت از دست نده، اگر نه من میمیرم. حق خودت رو از دست نده، اگر نه من میمیرم. کلام خداست، کلام باز میکنه. تسلیم خودت خدا بکن، تسلیم خدا بکن. در هر جایی که قرار گرفتی، در هر جایی که خدا تو رو هدایت کرده، خدا میگه که تسلیم من باش، تسلیم من باش و منتظر من باش. به عقل خود تکیه نکن، فکر نکن همه چی رو بهتر بدونی. نگاه کن به عیسی که رس در این باغ جتسمانه از حق خودش گذاشت و رفت روی صلیب و بعد از این پیروزمند قیام کرد. این راه و این راهی است که الان خدا تو رو هدایت میکنه. زمان حق خودت رو میگذاری، بگی خدا من تو عدالت من هستی، درد رو عبور میکنی، فقط قیامت مسیح رو شروع میکنی زندگی کردن. مرسی خداوند، تشکر میکنیم خداوند. هاللویا خداوند. عیسی جان مرسی که امروز خداوند بیشتر و بیشتر از راز خودت، از این با حقیقت آشنا کردی خداوند. مرسی که امروز هم بیشتر آشنا کردی که این انسانت کهنه ما چقدر ما رو نابود میکنه. مرسی خداوند که این عزیزانی که آمدن اینجا زانو میزنن و همینطورم افرادی که اینجا هستن خداوند، چشمای قلب ما رو همه رو بیشتر باز کردی که واقعا با حقیقت آشنا بشیم، با خودمون آشنا بشیم، با تو آشنا بشیم. میخوام جلال به تو بدیم خداوند. تشکر میکنم و دعای برکت میکنم خداوند روی تک تک این عزیزان. تو دست خودت بذار خداوند. تو از زندگیشان اطلاع داری خداوند، از درد و غم احتیاج داری خداوند. خداوند حکمت مخصوص دعا میکنم بهشان ببخشی خداوند. تشخیص روح برای همه ما خداوند دعا میکنم، تشخیص روح رو بدی خداوند، که از امروز به بعد زمانی که تصمیم میگیریم، از امروز به بعد بدونیم که کی ما رو مشورت کرده که این تصمیم رو بگیرم. خداوند به این عزیزان تو رو برکت میدم خداوند. هللویا خداوند، در نام تو عیسی مسیح تشکر میکنیم خداوند. هللویا خداوند. هللویا.